آقای سجودی عزیز، شما روز به شنبه برنامه ای داشتید در وقت توسط اومدید صحبت کردید. اون برنامه ابتدا گفتید که ما که میریم از خداوند مستقیم میخواییم، متوسل نمیشیم، داریم از شیطان، ما وهابی از شیطان پیروی میکنیم، چون که شیطان رفت و مستقیم از خدا خواست. کلی هم تعریف و تمجید کردید از شیطان که بالاخره اون همه دانش داشت، آگاهی داشت، ولی با این همه نرفت، متوسل نشد. مثلا نرفت پیش حضرت آدم، بگه حضرت آدم حالا درسته من به سجده نکردم، همه درد سر ما از همونجا شروع شد، ولی شما بیا پارتیه من بشو پیش خدا که خدا کمک کنه که من بتونم جناب عالی و فرزندانت رو تا قیامت گول بزنم، چون شیطان این کار رو نکرد و برای این دوهای باطلش مستقیم رفت خدمت خدا. شما وهابی ها مستقیم میرید خدمت خدا، فقط میگید الله، تا اینجاش کار ندارم، اینجاش مربوط به خودتون هست، بحثی ندارم. اما مشکل من با شما از اینجا شروع میشه که موضوع برنامه‌تون این بود، قرآن میگوید متوسلین بندگان صالح دروغگو و کافر هستند. اینجا مشکل من با شما شروع میشه و مشکل فکر می‌کنم هر کسی که ادعای اهل سنت دارن باید با شما از اینجا شروع بشه. چرا که شما در صحیح بخاری روایت دارید از جناب عمر بن خطاب، ایشون میگه ما تا زمانی که رسول خدا زنده بودن انا کنا نتوسل علیک بنبینا، اللهم انا کنا نتوسل علیک بنبینا، متوسل میشدیم به رسول خدا، به پیامبرمون. حالا که پیامبر در بین ما نیست، انا نتوسل علیک به عم نبینا، ما حالا به عباس عموی پیامبر متوسل میشیم. شما فرمودید متوسلین یا دروغگوان یا کافر، اینجا دو تا حالت داره آقای سعودی. متوسلین بندگان صالح، یا باید بفرمایید حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و جناب عباس اینا انسان‌های صالح نبودن، هرگز مشکلی نداره، یا اینکه باید بفرمایید که عمر بن خطاب و کسانی که متوسل شده اند من از صدای که نشد وارد دارم. من حرفی نزدم، من حرفی نزدم، من آب خوردم. بله بفرمایید. چون من صدای رو شنیدم فکر نه همون صدای آب بود. بله بفرمایید. پس شما باید بفرمایید رسول خدا و عباس صالح نبودن، یا باید بفرمایید عمر بن خطاب و کسانی که میگه اینا کنا ما همگی متوسل میشیم اینا علی عیاذ بالله کافر و دروغگو هستن. حالا این تکلیف این قضیه رو برای ما میشه روشن کنید؟ بله فرمایشتون تموم شد. جواب چقدر وقتشو مونده که با همون قصابت کنم؟ چهار دقیقه صحبت کردم؟ چند دقیقه وقتشو مونده؟ یک دقیقه؟ دو دقیقه مونده؟ یک دقیقه مونده. بله خب آقای محترم یک دقیقه وقت دارید باز صحبت میتونید بکنید، من به شما جواب بدم. به وقت منم زیاد نگیرید که از این بیشتر صحبت کنم، هرچند که من حق دارم چون این سوال پرسیده. اولا که ما شیطان پیروی نمی کنیم، ما خواستیم بگیم که شیطانم از شما بیشتر میفهمه. ما از پیامبرا پیروی میکنیم، همه پیامبرا از خدا خواستن. شما یک پیامبر نشون بده که پشت امام زمان رفته باشه، امام زمان از پیامبرا بالاتره، هیچ کدومشون نرفته، همه شما مستقیم من از الله خواستن. پس ما از شیطان پیروی نمیکنیم، فقط خواستیم به اون مثال بگیم که شیطان از شما بیشتر میفهمه چون که مستقیم از خدا خواست. اما اینکه فرمودید که در بخاری نوشته که حضرت عمر به پیامبر توسل میکرد و گفت باز به حضرت عباس عموی پیامبر توسل کرد، خب این خودش دلیل بر این است که حرف ما درسته. وقتی میگه پیامبر نبود ما به عباس توسل کردیم، یعنی پیامبر که زنده بود به اون متوسل میشدن، و وقتی که اون مرد به عباس متوسل شدن. و این عیبی نداره که شما به زنده متوسل بشی که آقا برو بر من نون بخر، بر من دعا کن، به مادرت بگو بر من دعا کن. اینو ما نگفتیم. ببین همیشه قاطی میکنی، ما اون توسل شما منظور ما است، منظور ما اون بوده که توسلی که شما انجام میدید که از مرده ها میخواید، همین حدیث که شما آوردید رد میکنه. بله شما میتونی یه آدمی مثلا پیری رو، یک دخترت و بچت و کوچیک باشه، مثلا که بر من دعا کن چون پیش خدا پروندش پاکه، یا پیغمبر بگو بر من دعا کن در صورتی که زنده باشه، کمان که حضرت عمر همین کار کرد، یا به عموی پیغمبر که یک پیرمردی بوده گفته بر من دعا کن و درسته. پس شما میبینید که همیشه قاطی میکنید، مسئله رو متوجه نمیشه اصلا. ما منظورم توسل به مردگان بوده، با اولیای مرده بوده. بفرمایید یک دقیقه وقت دارید. حالا امیدوارم حالا یک طریقی که من نمیدونم مثل مدرک شما سه تا نکته گفتید. گفتید پیامبران هرگز از غیر خدا نخواستن، متأسفانه زاید خلاف میگید روایات فراوان، احادیث فراوان که باید صحیح خودشون هست یا وقت میدونم نمیدید وقت هم بیاد بیدم اگه از قرآن بیاری که در کدوم آیه خواستن، کدوم پیغمبر از غیر خدا خواسته. قرآن هم بالاخره یک کتاب است که زیر پا خود نباید بذاری، همه داستانای پیامبرت قرآن اومده. نه 5 دقیقه وقت داشته باش از قرآن یک آیه بیار ببینم که کدوم پیغمبر از غیر خدا خواسته. حتی یک دقیقه هم تحمل آقا جان وقتشو نگه دارد. من گفتم به جای یک دقیقه 5 دقیقه وقت بد میدم.
شما میگی تو احادیث هست، این در قرآن نیست هم چیزی به این مهمی که این همه داستان پیامبر اومده، سوره انبیا اومده، سوره محمد اومده، سوره نوح اومده، سوره ابراهیم اومده، سوره هود اومده. بفرما بگو دیگه. حالا یک دقیقه صحبت کن، اگه بتونی در قرآن بیاری 5 دقیقه، اگه نه همون یک دقیقه از اول برش بگیر. اتاق فرمان شروع کن. من فقط متاسفم، خدا شده تاسف میکنم به حال نظر شما اینگونه مجبور هستید ندارید ما حرف بزنیم و بگید یک دقیقه سیستانی و بعد سخنرانی کنید. بله از قرآن هم براتون ثابت میکنم، ولی متاسفانه شما شهامتتون دارید، ولی به جواب این فرمایشاتتون باید بدم. خود پیامبران از خدا نخواستن. بعد اینکه شما میگید الحمدلله، این رو اول بگم، اینکه میگید در قرآن اول بیا، خب الحمدلله بینندگان عزیز ثابت شد که در حدیث قطعا وارد شده. اگه نبود آقای سجودی این گفت در حدیث بیاد، حدیث رو قبول داره. عزیزان شما اهل سنت هستید یا قرآنی هستید؟ اگر اهل سنت، سنتی که در حدیث اومده رو باید قبول کنید. اگر مثلا آقای سجودی پیرو شیطان فقط گوه الله هستید، اون نیست، نکته دیگه است. گفتید ما منظور متعصب به زنده نبوده، مشکلمون با تعصب مرده است. خب اینو متاسفانه کاش همون روز میگفتید، نه اینکه الان که من اومدم مچ شما رو گرفتم میگید نه من منظورم اون نبوده، شما منظورتون تو اونجا دقیق نوشته بودید، حالا که رسوا شدید مجبورید حرفتون رو عوض کنید. یه دقیقه شما تموم شد دیگه وقت ندارید. خدا حافظ، شما یک دقیقه صحبت کردید، خجالت هم نکشیدید. اگه شما با من با همه این اختلافی که بینندگان دارن، اگه شما با تصویر بیاید یک برنامه کامل بد بیدم صحبت کن. من تا دیدید بینندگان عزیز، من که نمیگم که من حدیث قبول ندارم، همه حدیث های صحیح قبول دارم، اما این دروغ میبنده به بخاری. حالا من از کجا برات بخاری رو بیارم همین ساعت برات باز کنم؟ صد بار دروغ گفته. قرآن جلوی من بود، راحت میتونستم، تسلط دارم به همه آیاتش در همه جا. 5 دقیقه گفتم بهت وقت میدم، بلبل زبانی میکردی دیگه، 5 دقیقه حرف میزدی دیگه، از قرآن یک آیه میآوردی. باز میگه این چی میگه تو قرآن نیست، پس تو حدیث هم هست. سجود قبول کرده، نه قبول ندارم، تو حدیث هم نیست. من تو دروغ میگی، دروغ گفتن تو بر ما ثابت است. یک سنگی در تاریکی میندازی، سنگ مفت گنجیش مفت. شما اگه با تصویر بیای آقای حمید، من یک برنامه کامل بهت میدم. چرا بترسم از تو؟ اگه حدیث بیاد ما قبول میکنیم ازت. بس دیدی که نداری. این خیلی جالب بود که من به شما 5 دقیقه گفتم وقت میدم، تو از قرآن آیه بیار، کاری نداره که در یک لحظه باید میآوردی. در قرآن هم میگه برات میارم، برو بیار.